من سوان امیر زمانی یکی از پسرین ارتش نیروی ایران جانفرای ناموس وطن و مردم ایرانم هستم. گفته هایم خطاب به نیروهای یگان ویژه بسیجی سپاهی و انتظامی است. ما همه با هم برادر هستیم. این مردمی که میکشیم نه داعشی هستند، نه دشمن هستند و نه تروریست. شما بینندگان عزیز تلویزیون پارس، برنامه دیدگاه، این روزا مردم در ایران از ارتشی ها توقع دارن که در قبال این سپاه تروریستی پاسداران وارد معرکه بشن و از مردم حمایت کنن. شک نیست که ارتش با مردمه. تا کنون من تعقیب میکردم مطالبی رو که ارتشیان بیان میکنن، 5-6 نفر از رهبران و سران ارتش ایران از مردم دفاع کردن، ولی مسلما سپاه پاسداران اونها رو دستگیر کرده، برای اینکه در صحنه اونها دیگه بعد از این صحبت ها دیده نشدن. فشار سپاه پاسداران روی ارتش و مراقبت از پادگان ها این روزا بسیار شدیده، برای اینکه همطور که گفتم مردم به راستی انتظار دارن که از ارتش وارد معرکه بشه. در برنامه امروز آقایان دکتر قرقزدو و سیاوش اوستا شهر فرانکفورت آلمان که خانم نرگس اسکندری گرونبرگ شهردار ایرانی آن است، در این شهر تظاهرات بزرگی همین امروز برپا شده. اسکندری به طور علنی از صدر اعظم آلمان و رئیس آلمانی کمیسیون اروپا که تا کنون برای مجازات جمهوری اسلامی تصمیمی نگرفتند ابراز تأسف کرد. ببینیم که دوست عزیز ما آقای سیاوش اوستا در پاریس چه دیدگاه و نظری دارن. درودی بر شما آقای اوستا. درود بر شما مهربانی استاد سیروس شرفشاهی. درود دارم به مهندس شجری عزیزم و آقای امیر شهرتی کارگردان برنامه. بسیار ممنون. اونجا در پاریس شما خودتون میگی سردمدار تظاهرات بزرگی بودین به سود جوانان ایرانی که در حال دارن مملکت را به سوی رهایی از چنگ این آدمکشان و دزدان قهار تاریخ دارن فعالیت کردن. و اون تظاهراتی هم در پاریس برپا شده، آماده ایم که بشنویم که این تظاهرات چگونه بوده. بله، ابتدا پیشگاهتون عرض کنم جناب استاد چرفشه که من سردمدارش نبودم. این تظاهرات تمامی احزاب مقتدر فرانسوی به اونجا صحبت کردن و دعوت کرده بودن، مثلا حزب سوسیالیست فرانسه که تا کنون رئیس جمهوری فراوانی مثل فرانسوا میتران داشته، مثل فرانسوا اولاند داشته، همین مکرون از اونجا اومد حزب خودش ساخت، و حزب سبزها بود، امنستی انترناسیونال بود، لیکرا بود، بزرگترین تشکیلات و سازمان ضد نژاد پرستی فرانسه، و از کام خدمتتون کریف بود، فرانس فراترنیته، فرانس برادری بود. یعنی من سردمدار نبودم، تمامی فرانسوی ها نیروهای مقتدر و انسانگرا در دو جلسه دو هفته پیاپی این کار رو انجام دادن، و که شما فیلمش رو دارید اگه های شهرتی پخش کنن میبینید که همین اونجا صحبت کردن، حتی شهردار پاریس خانم آنی دالگو، حتی معاون مجلس سنای فرانسه و شخصیت های دیگه. یک یعنی فرانسه با ایرانی ها بود که با اینکه حدود تقریبا 10,000 نفر شرکت کرده بودن، ولی بیشتر اینها یعنی 70-80% خود فرانسوی ها بودن که در D'abord sur la répression des femmes, sur le droit à contrôler leur corps, leur vie. Eh bien, nous sommes ici pour dire que nous sommes avec elles, et que parce que toutes les dictatures ont besoin du silence, eh bien, nous sommes là pour faire du bruit. Nous sommes là pour crier avec elles, femmes, vie, liberté. C'est Olivier Faure, patronne de Parti Socialiste. On va laisser la place à Sandrine Rousseau, députée écologique.
Saint-Jean-Baptiste de Paris, de Saint-Jean-Baptiste de Paris, Parents Savio, Gouraille, Mortalef, Esme Socialiste, Amnesty Afro-Momie, Écologiste, ça va. La Paris. کنون همه سخنران ها نامزد های انتخابات ریاست جمهوری در فرانسه بودند. مرسی جودای، مرسی جودای. 150 پیی در دنیا، این ارگانیزاسیون سفر بیان کالکوله. با مرسی جودای. C'est le vice-président du Sénat français qui est en train de parler. Et je suis venu à la France. Je suis venu à la France. Amis, je suis venu à Paris. Et je suis venu à la France. Comme vous voulez. Votre mobilisation témoigne. La mer n'est pas à Paris en ce moment. Anne Hidalgo, شهردار پاریس هست که توسط بهی جنتی عطایی دختر عموی ایرج جنتی عطایی داره خونده میشه مهربانی. C'est le message de Anne Hidalgo, maire de Paris. Elle nous souhaite un très grand et très beau rassemblement. زندگی آزادی زندگی آزادی زندگی لیبرته فامی 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 لیبرته فامی
امیر عزیزم با چرخ اومدی عزیز؟ بله 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 با چرخ اومدم تو خیابون این تظاهرات فرانسه شد. این پیام رو ملت ایران برسونه. تو هیچ شرایطی تنهاشون نمیذاریم، هر موقعیت رو باشه. امروز بارندگی شدید هم بود، یه پیامی هم بدم به اونایی که شرکت نمیکنن که واقعا وظیفه‌شون تو هر شرایطی که هستن بیان تو خیابونا. این تابلوهای اضافی رو من به جای اونا تو دستم گرفتم، اونا باید باشن همراهی کنن و اونا اینا رو تو دستشون گرفته باشن، ولی اینو بدونن که اگر اونا چیزی رو تو دست بگیرن ما اون بار رو بلند میکنیم و پشت ملت ایران وای میستیم. ما صداشون خواهیم بود تو هر شرایطی که باشه. مرسی امیدوار، سپاس از مهرت، آفرین. سرزمین من، زیباترانه سرزمین آریایی، افغانستان، افغانستان سرزمین. شرف شوی استاد، میخوام در ابتدا به عرض همه برسونم ملت سرفراز ایران، دختران آریایی، گیسو بریدگان روسری آتش زن، میخوام بهتون بگم بچه ها شما همین الان امروز اینجا و حالا پیروز شدید. شما پیروز شدید چرا؟ به خاطر اینکه یک جبهه نوینی رو باز کردید برای اینکه پایان ببخشید به نظام سادات تازی. امروز آقای شرف شوی در صد تا سر جانشا از کوچه، از خونه بیان بیرون، از دفتر بیان بیرون تو لس آنجلس، اونایی که ایران رو نمیشناختن امروز به بزرگواری زنانش میشناسن و به ما احترام بیشتری دارن. پس از 44 سال تبعید ما تونستیم سربلند از خونهامون بیان بیرون در سراسر دنیا، چون در بیش از 120 کشور جهان، بیش از 150 کشور جهان نیز روز شنبه تظاهرات بود که این تظاهرات رو همین جناح چپ جهان خواهان اینجا میتونم اینو به شما بگم که این رو من خواسته بودم، که از اون خداوند خواستم، از خداوند چپ جهانخواران خواستم، که گفتم ما همواره به مردممون میگفتیم که شما بیاین بیرون تو خیابونها بمونید چند روز و اینکه نترسید و نترسیدن و میزنن
مقابله به مصر میکنن. من از شما میخوام که جهان رو بلرزونی. این جهان که لرزید اونهاست، وگرنه حزب سوسیالیست های دنیا، حزب سبز های دنیا همه حساب کتاب داره های شرفجایی. به درخواست این اون که میان بیرد، باید سازمان و تشکیلاتی که مادر هست از بالا فرمان رو صادر کنه، اینها هم آمدن بیرون و یک جهان نوینی برای ایران ساخته شد. برای همین من میخوام بگم که بچه ها سپاس از شما. حتی آقای شرفشاهی اینو من بگم، گیسو بریدن رو که وقتی به جای نوحه خوانی و عزاداری یک سنت آریایی از زمان هخامنشیان پیش از اون از زمان ایلامیان حضور داشته، بعد فرنگیس هست که در دفاع از شوهرش سیاوش که کشته شده به دست پدرش، یعنی افراسیاب پدر فرنگیسه، گردن میزنه سیاوش رو میکشه، اونجاست که فرنگیس گیسوانش رو قیچی میکنه، به کمرش میبنده، میگه کمربستی همینه، کمر به قتل پدرش میبنده و میره تا بچهش در شکمش هست که خسرو میخواد بچه رو بکشه با دخترش، ولی مثل فرماندهان عزیز، مثل پلیس عزیز ایران که در این جنگ آقای شرفشاهی اینی که به ما نگفتن نمیگن، سربازای زیاد، پلیس زیادی بود که با مردم بودن. همین امروز الان یک ساعت پیش من از تهران دکتر مسیحپور که همه شما میشناسید، شکری مسیحپور دکتر از ایران رو رسانه ها صحبت میکنه، ایشون به من گفت سیامک بچه‌شی که گرفته بودن ضرب و شد کتک سرش زخمی دست شکسته، میندازنش توی ون، میدن تحویل ون که رو ببرن زندان، توی را دهوشه در نفر دیگه هم میتو بدن. من میخوام از سینما ایران سپاسگزاری کنم. سینما ایرانی آموزشگاه بودی، یه فیلمی هست رضا عطاران بازی میکنه، این همین قضیه است که این بچه ها میندازن تو وان ون، یعنی کامیونت ها که حزب الله میندازن تو که اینا رو ببرن اینا زندان. رضا عطاران از اون در وا میکنه، یه عزیز در میندازن تو، از اینا بیرون میکنم که برید خونتون، برید خونتون. این اتفاق افتاد. نمونه آخرش رو یک ساعت پیش دکتر شکری مسیحپور سیامک فرزندش رو و ده ها نفر دیگر رو اون راننده های ون که پلیس بودن آزاد کردن. چند نمونه دیگه داریم آقای شرفشاهی عزیزم، وقتی که بچه ها زدن در بوداغون کردن چند نفر رو، بعد یکی میاد با لباس شخصی در حصار پلیس تیر میزنه مغز بچه ها رو، دو سه تا جوری دیدیم منفجر میکنه. من صادقم هستن، از همون پلیس هایی که اون دور بودن میرن یارو رو تعقیبش میکنن و تا میخواد سوار ماشین بشه بره با بچه دیگه، دو سه نفر اینا رو کشتن. یعنی اینو من به شما بگم، قاطع بهتون میگم که تا کنون بچه ها شما پیروز بودید، چون حتی تلفات دشمن هم از شما بیشتر بوده. بعد آقای شرفشاهی یه نکته دیگه که خیلی مهمه، خیلی مهمه، بسیاری از کشته شده های بچه ها توی خیابون زندان رفتن ها دست و با اینا، بچه های خود نظام بودن، یعنی یارو یا باباش آخوند بوده، یا باباش سید بوده، یکاره بوده، یا تو پارلمان بوده باباش. اینها بچه های خود اینها هم امروز اومدن مثل ما دفعه قبل. اینه که این شیران آریایی، این شهریاران سرزمین آریایی اعتبار به ما دادن در دنیا و جهان و الان ما پیروزیم. مرحله سوم مونده آقای شرفشاهی. مرحله نخست این بود که مردم بیان بیش از دو هفته تو خیابون اومدن، جهان پشتیبانی بکنه. جهان الان از ما پشتیبانی میکنه. ما از رئیس جمهورا مشخصا نمیخوایم که این کارو بیان بکنن، اینو به شما بگم اینجا، چون اونها رئیس جمهور با رئیس جمهور یک مراودات دارن، ولی احزابشون همی کردن. حزب دموکرات آمریکا پشتیبانی کرد از این نهضت، حزب سوسیالیست های دنیا. من یک نمونه دیگه به شما بگم، مهبانیار گرامی عزیز ما مسعود قرخانی، دکتر مسعود قرخانی، ایشون رئیس پارلمان نروژ هست، یعنی شخص اول در نروژ پادشاه، دومین شخص یه ایرانی است، یه جوان خوشتیپ، دکتر مسعود قرخانی. ایشون جلو مجلس که رئیسش هست تظاهرات گذاشت، به پارسی سخن گفت که امیدوارم در برنامه آینده سخنرانیش رو بتونیم پخش کنیم. سلام جوون شجاع، پشت من مجلس نروژه، من یک مهاجر ایرانی که رئیس پارلمنت نروژ هستم. قسمت من این بوده در زندگی، من اینجا در امنیت و با آزادی و دموکراسی، تو در ایران زیر رگبار گلوله. همه ما که اینجا هستیم برای آینده تو فریاد میزنیم. چه
43 سال پیش میخواست انقلاب آزادی بده، میخواست دموکراسی بده، پول نفت رو میخواستن جامعه سازی بکنن. چی شد؟ آینده جوانا رو دزدیدن. ایرانیان عزیز، وقت همبستگیه. ایرانی، کل، هر دین، زن و مرد، مادرها و پدران، هر جای ایران که هستید، هر ایدئولوژی که داریم، همبستگی الان یعنی دموکراسی، یعنی زندگی و آزادی. جوان شجاعی ایران، جوان شجاعی ایران، من تو رو فراموش نمی کنم، من تو رو تنها نمی زارم. تا آخرین نفسم صدای تو، صدای من. دوست دارم، تو برنامه شد. بچه‌های ما که الان آقای شرفشی در دنیا از کانادا گرفته تا دیگر کشورهای اروپایی، همونطور که شما مثلا آلمان رو عنوان نمونه گفتین، بچه‌های ما ایرانی آریایی که اینها مسلمان هم نیستند، گیسو وقتی قیچی میکنن به خاطر اینکه بگن ما سینه و زنجیر و اتوا تازیه کار نداریم، وقتی که روسری رو آتیش میزنن دنیا الان متعجب شده، میگه ای وای اینا پس مسلمان نیست، این سمبل اسلامی که تو فرانسه میگن ما داریم دعوا میکنیم که روسری سرمون کنه، اونا روسری را آتیش میزنن. بله، ایرانی هرگز مسلمان نشد و با این کارشون یه تحول ایدئولوژیک در دنیا آفریدن. آقای شرفی، پرویز سیاد 20 سال پیش با من یه مصاحبه کرد، رو اینترنت قابل دسترسی است، موضوع اینه که ایرانی هرگز مسلمان نشد. ایرانی هرگز مسلمان، الان دنیا فهمیده و عزت و اعتبار ما بیشتر شده، چون جهان داره با آنتیگریست اسلامی و اسلام سیاسی مبارزه میکنه و اینها یهو بچه ها حیثیت جهانی برام. حالا مرحله سومی که مونده بعد از اینکه بچه ها تو خیابونا وایسادن متحد شدن کتک میزنن به جای زدن، دوم تایید جهانی. آقای شرفشاهی، ما رهبری میخواییم، ما یک حزب میخواییم. حزب رو من تلاش کردم که این احزاب همه با هم متحد بشن، ولی هیچ کس حاضر نیست با اون یکی دیگه بشینه. ولی حالا راه حل به شما میگم، کادو به برنامه شما، باز مثل خیلی از چیزایی که تو برنامه شما گفتیم عملی شد. الان اسکایپ رو زود بهتون بگم که همه بدونن، تلفن مجانی به ایران میزنید، یه شماره دارید اسکایپ که عضو بشید، تلفن مجانی از ایران و به سراسر جهان، به ایران از اونجا به اینجا تلفن مجانی دارید. چی میخواید دیگه؟ چیزای دیگه هم هست که الان اینجا جاش نیست بگم. حالا اونی که میخوام میگم اینه، اپوزیسیون ها چون با هم متحد نشدن، دو هفته است گذاشتیم پشت قضیه و و و و و و ما گواهی جهانی رو داریم، میتونیم جایگزین بشیم. مگه دولت رو میداشتیم همین فردا جایگزین جمهوری اسلامی بودیم، که اگر وقت بشه در رابطه با خامنه ای و این بازیش هم صحبت میکنم. آقای شرفشاهی، الان داره یک تشکیلات و حزب نوینی پیشنهاد من کردم عملی میشه، شکل میگیره، از شخصیت های برتری مثل همین مسئول دکتر مسعود قراخانی که گفتم و بچه‌های دیگه که در سوئد وزیر هستن، در آلمان مسئول هستن، در فرانسه مسئول هستن، بچه‌هایی که الان پلیتیک سیاسی هستن، در دولت‌های غرب هستن، در کانادا، در امریکا، اینها جمع میشن یه کنگره تشکیل میدن، دولت بعدی است. بچه‌ها تو میدون بمونید، پیروزی با شماست. بله، امروز می‌دونین آقای سیاوش عبستای عزیز، این زنهای ما که تونستن از ایران فرار بکنن و خودشون رو نجات بدن، در فرانسه، در به ویژه در آلمان، اینا شاغل سمتهای برجسته شدن، در احزاب مختلف اونجا در حال مستعد شدن، اونجا فعالیت کردن، برجسته شدن. حتی در شهر فرانکفورت که بزرگترین شهر در حال آلمانه، میبینیم که شهردارش یک خانم ایرانی است به نام نرگس اسکندری. بنابراین این خانم اومده اعتراض کرده به دولت آلمان، به صدر اعظم آلمان، که چرا شما این کمیسیون اروپا تا کنون برای مجازات جمهوری اسلامی ابراز تعصب حتی نکردین، باید در این رابطه جلسه تشکیل بدین و ابراز تعصب بکنین. اینا همون زنایی هستند که در ایران دارن الان همینطور مبارزه. رهبران تمامی احزاب که سه تاشون نامزد ریاست جمهوری، جناب شرفشاهی عزیز،
یک فیلم یک دقیقه دیگه جناب شهرتی دارم که اون فیلم یک دقیقه ای یه فیلم یک دقیقه است در رابطه با خامنه ای. تا این آماده میکنم بذار من به شما بگم یه کسی اومد پریروز دیروز صحبت کرد و درست مثل آقای شرفشاهی صدر اسلام که بچه های ما رو هزار در هزار میکشتن میلیون ها نفر ایرانی رو قتل عام کردن، این علی خامنه ای که میگن علی خامنه ای اومد و گفت بله اینا رو بزنید بکشین و شما هم دیدین که این سادات تازی. من بگم من از سید هایی که با مردم هستن خیلی هاشون با مردم هستن خیلی هاشون حتی هفتیر کشیدن رو این جانی ها رو دستشون میبوسم. وقتی میگم سادات تازی این سادات تازی سیدایی هستن که در قدرت هستن و خارج از کشور امکان داره باشن به عنوان اپوزیسیون و اینها بنی هاشم متحد هستن که این قدرت رو حفظ کنن. اینا چند میلیون هم میشن ولی نسبت به 90 میلیون ایرانی هیچن. حالا آقای شرفشاهی من 8 سال پیش یک برنامه منتشر کردم تا کنون 500 هزار نفر دیدنش، گفتم اونجا خامنه ای مرده و اینی که دارن به ما نشون میدن یک دستگاه یک روبایی که ساختن که توسط روسیه هم ساخته شده، توسط روسیه هم کنترل میشه و سپاه پاسداران رو میگردونه، همه اینا هم سپاه پاسداران مینیسه میده دستش. حالا این فیلمی که میبینید سند قاطع، خوب باید دقت کنید، همین تیکه اولی که خواهیم دید مال 8 سال پیشه، علی خامنه ای داره راه میره سان میبینه، مثل همین دیروز که سان دید از سردوشی داد، درست این بناست. آقای شرفشاهی تو 40 دقیقه برنامه ما میبینیم که علی خامنه‌ای 3 ثانیه 8 ساعت پیش 3 ثانیه این راه رفتنش رو نشون میدن چون نمیتونه راه بره، آرتروز داره. آرتروز یه بیماری ژنتیکی است، خواهر ایشون که الان من درود دارم بهشون بدری خانم عزیزم در تهران تشریف دارن، ایشون هم آرتروز دارن، باباش هم آرتروز داشت، مادر اینا ذاتن آرتروزی هم زانو درد دارن نمیتونن راه برن. خامنه ای اصلی دیگه نمیتونه راه بره، کار مرده و بعدی که دیگه بعدم کج راه میره، بعدم تکیه و عصا داره تو همین 3 ثانیه بذارین نشون بدن اینا قلیسی بینیم برو شیر داره راه میره قدش هم بلندتر. اینا این روبوس این فیلم رو میبینیم ثابت بشه که خامنه‌ای وجود نداره برای اونهایی که با اون درصدی که حزب صرف هستن که فکر می‌کنن سید اولاد پیغمبره و به خاطر اون میان بچهای مردم میزنن میکشن، اگر مزدور نیستن میخوام اینو اونا ببینن این مرده اینم سر. حالا نگاه کنید بقیه رو که میبینین 3 ثانیه بر ببخشید سه ثانیه را رفت. حالا این فیلم بعدی چند دقیقه یا راه میره سیخ و صاف هم راه میره. این نگاه وایستادش دیگه اینجا وایستاده، این حالا 8 سال پیش ها، الان اینه که داریم میبینیم حالا 8 سال پیشه، قیافش میبینیم پیر تکیه به عصا داده صاف هم نوایی نستده مثل یارو. حالا یکی بعدی که میاد شما میبینید که این راه میره و بعد جمهور نیا کنید چی داره راه میره، نگاه اصلاش هم به زمین نگاه داره خوب راه میره، این مال پری روزه. بعد جمهوری اسلامی که فهمید دنیا فهمیده اینجا صدا رو میشنویم، صدا رو بشنویم از مردم داره بپرسی که میگن این بدل خامنه‌ایه، ببینیم چی میگن مردم. بعضی میگن بدل ایشون حتی نه آقا جون نه ایشون سایشون بالا سر ما باشه 130 سال من باور نمی کنم. نه بگیم دیگه انشالله که سلامت باشن همیشه یا علی نه چیشم برم ببینه و دست مصنوعی بهش آویزون قبول ندارم. یک دقیقه میدونم تا پایان برنامه رسیدیم. یکی از دخترایی که کشته شد مثل مهسا که هنرمند بود، هنرمندیشو میخوان مخفی کنن، من ایش رو نتونستن مخفی کنن، دنیا رو لرزون. حالا چه برسی که میفهمیدن آقا مهسا هنرمنده، خواننده بود، رقص میکرد. حالا یه دختر دیگری که کشتن 17 سالش بوده همین نیکار آقای شهرتی، این نیکا رو یک دقیقه ما میذاریم که ببینیم این دختر 17 ساله خوشتم گوش کنیم بریم اون به تولدت بود
نیکا کرمی بود که من دست مادرش از راه دور میبوسم. بسیار ممنون آقای سیاوش عرستایی. من از راه دور میبوسم. آقای شرفشاهی میبینید این بچه 17 سالش هست میگیرن میکشنش. ولی نیکا جان، مهسا جان، ایس، خیلی اندکی که کشته شدید از اونها رو بیشتر کشید. شما الان پیروزید، پیروز شدید به خاطر اینکه درفش آریایی گیسوگران را و آتش زدن روسری رو به جای نوه خانی سادات تازی جهان مد کردید. میبوسمتون. بسیار ممنون آقای سیاوش عبستای عزیز. بینندگان عزیز، برنامه ما در اینجا پایان گرفت. همراه آقای دکتر قره‌گذو، سیاوش عبستا و امیر شهرتی کارگردان برنامه با شما خداحافظی میکنم. تا هفته آینده شب و روز خوشی رو برای همه شما آرزو دارم. بدرود تا درود دیگر. سپاس آقای شهرتی. مرسی آقای شرفشاهی. خدا نگهدار. قربان شما. مهر. لطفاً برای بهتر دیده شدن کانال ویدیو رو لایک کنید، کانال رو سابسکرایب کنید و علامت زنگوله رو هم بزنید تا از آپلود جدیدترین ویدیوها با خبر بشید. از همراهی و حمایت شما سپاسگزاریم.